یکی از موضوعاتی که به محل اخازی و چپاول مردم تبدیل شده است استفاده از پابند الکترونیک برای زندانی های تحت نظر می باشد. کمیسیون ترفیق مجلس ارتجا برای سازمان زندان های رژیم در سال جاری 500 میلیارد تومان درآمد از طریق پابند های الکترونیکی در نظر گرفته است. بر اساس این قانون بخش بزرگی از هزینه زندانیان تمین شود. طبق آخرین آمارهای رژیم تا اوایل فروردین سال 1402 دست کم 9000 زندانی تحت پوشش پابندهای الکترونیکی قرار گرفته بودند که معنی آن درآمدی تا 162 میلیارد تومان در ماه برای سازمان زندانهای رژیم است یعنی دست کم 1500 میلیارد تومان در حالی که درآمد پیش بینی شده از این محل سی میلیارد تومان بود این عدد نشان می دهد که رژیم پنجاه برابر درآمد پیش بینی شده را از جیب زندانیان محقق کرده است. اگر این ضریب را برای سال جاری هم در نظر بگیریم رژیم قصد دارد 25 هزار میلیارد تومان از زندانیان اخاذی کند یکی دیگر از قادتگری های رژیم به کارگیری زندانیان در کارگاه هایی است که متعلق به پاسداران یا نهادهای حاکمیتی است در این کارگاه ها دستموز زندانیان بسیار ناچیز است محمدی رئیس های رژیم در این باره گفت در سال 1402 111 میلیارد تومان به 42 هزار زندانی مشغول کار پرداخت کردیم اگر این عدد را به دو هزار زندانی که کار کردن تقسیم کنیم به هر نفر سالی دو میلیون و 600 هزار تومان رسد یعنی ماهی 220 هزار تومان باز به طور متوسط روزی 7300 تومان یعنی پول یک بسته پفک حاکمیت قارتگر ولایت فقیه هر موضوعی را به فرصتی برای قارت و چپاول مردم تبدیل می کند و در این زمینه به واقع در جهان نظیر ندارد.